ایده سوخاری شنیکاو که تو 3-4 تا غذا ازش استفاده میکنیم، حالا اونجا با هم میبینیم. بریم سراغ پاپرزای جزا. پاپرز معروف شنیکاو، پنیر سوخاری که میبینید ساتوری شده با هالوپینوی ساتوری، در واقع میکس شده، مخلوط شده. پنیر بورش خورده نیست، واقعا خود همین پروسه فرایند تولید داره. بعد میاد برد میشه، این ترکیبی از چند تا ادویه است، یه دور این دورش رو میگیره، بعد میره توی پنکو. این پنکو هم باز توی هر یک کیلوش 430 گرم پنیر پارمزان میزنه. مرسی. این پاپرز. یه توضیح در مورد این ادویه با ما میدی آقا سعید عزیزم. این ترکیب 39 تا ادویه است که حالا اونور میبینیم با هم میبینیم، میبینی که تاریخ تولید، سری ساخت، وزن شده و مرتب. این میاد میکس میشه توی آب و یخ و اضافه میشه به فیله ها. خیلی عالی. بریم برای اضافه کردن این سس. فیله سوخاری شنیکاو که تو 3-4 تا غذا ازش استفاده میکنیم، حالا اونجا با هم میبینیم. این فیله ها با مرینه چقدر باید بمونه؟ 24 ساعت اینا وکیوم میشن، تحت فشار میمونن و بعد از 24 ساعت دیگه آماده تر. بخش دوم مرینه توی این دستگاه مرینیتور اتفاق میفته. بله، فیله ها میرن اینجا 15 دقیقه تحت خله هم میخورن تا حسابی سس به خوردشون بره. 15 دقیقه هم خوردن، حالا آمادن برای اینکه تخلیهشون کنیم و ببریم برای نگهداری 24 ساعته که پروسه نگهداریمون هم الان میبینیم. بعد از اینکه از اون دستگاه در اومد میاد توی این دستگاه، اینجا هم خله داره، هوای توی این رو میکشه و بعد از اینکه به فشار یک اتمسفر برمیگرده، این پلاستیک همواره داره هی به این فشار میاره. این حبابا رو میبینی از لابلای بافت مرغ داره میاد بیرون، اینا هوای میان بافتی ان، گازای میان بافتی ان که خارج میشه و سس دوباره جاشو میگیره. این بسته دیروز که دیگه امروز آماده طبخه. این لیبل هم ببین راجبش به توضیح میدم. اونایی که دیدی سری ساخته که در واقع ما توی اسنادی که داریم از طریق اون میتونیم ترک بکنیم. ما الان میدونیم این بسته ادویه‌اش از کجا اومده، مرغش از کجا اومده، کی درستش کرده و حالا بعد از اینکه بچه‌ها اینو درست میکنن توی فرم گزارشاتشون شماره لیبل‌ها رو ثبت میکنن که از چه بسته‌ای برداشتن و چیکار کردن. اگر خدای نکرده هر چیزی خارج از کیفیت باشه، کاملا میفهمیم کدوم بسته‌های دیگه هم در بر گرفته بتونیم از چرخ خارج کنیم. اینطوری که می‌بینید فیده‌ها میره توی آرد بریدینگ، ترکیب آرد گندم و 47 تا ادویه که اونور میریم با هم میشماریم. این تعداد ادویه که میبینید بخش کوچیکی از ادویه های چنیکاست. آره عزیزم، یه چند تاییش محرمانه است، من دیگه اینجا نمیارم. چون اینا واقعا قابل تشخیص نیست، ولی به هر حال ما اینجا روزانه 59 تا ادویه رو در حالا حالت‌های مختلف با هم ترکیب میکنیم که پودرامون تولید میشه. 14 تا سس ازشون در میاد، 15 تا که نمونه‌های همشون آوردم اینجا، سس‌هایی که روزانه فرش و تازه تولید میشه و بعد برای مرینیت هامون هم از اینا استفاده میکنیم. خیلی جذابه. حدود 50 باشه، 59 تا خود. سامان این چیه دستت؟ اینم دستگاه تست روغن ما سعید جان. به ما رنگ روغن رو نگاه نمی کنیم. هر روز 3 بار با این دستگاه چک می کنیم. اگر سبز باشه ازش استفاده می کنیم. اگر به هر دلیلی رنگ تغییر کرده باشه، رنگ نشانگر تغییر بکنه، اون روغن دیگه قابل استفاده نیست عوض بشه. فیدا بعد از بریدینگ میره تو روغنی که هر 2 ساعت یک بار اینجا گریسی میشه، هر 2 ساعت و سلامتش اطمینان کامل داریم. حدود 6 دقیقه هم اینجا میپزه تا دیگه آماده خوردن. فیله‌هایی که دیدی سوخاری شدن حالا میان اینجا توی نون تورتیلا قرار میگیرن. روشون یه ذره کاهو آیسبرگ خورد شده میریزیم، گوجه دایس شده میریزیم و سس سوخاری است. حالا اگر کسی بخواد با سس بوفالو یا سس باربیکیو هم میتونه بیاد که کمی دودی بشه، کمی سسش انتخابی میشه. سسش سس سوخاری است، یه سسیه که 30% وزنش پنیر پارمزانه، خیلی خوشمزه میشه و بعد میره توی تست. اینجا یکم میسوزونیمش، بوی دود میگیره و یه حال و هوای ترد و باحال خوشمزه. اینم از ساندویچ فیرول با چند تا خط خوشگل. آقا سامان اینا چیه؟ پازله؟ عزیزم اینا هم تمپلای سسامونه. ما 6 تا سس رو سوخاریامون رو میدیم که برای اولین سفارشی که توش سوخاری باشه، البته ساندویچم توش سوخاری باشه، یه بسته از این برای هر کسی میره که بتونه هر 6 تا رو بچشه و اونی که دوست داره رو انتخاب کنه برای سفارش. برای اولین سفارش. و اولین سفارش یه دونه مجانیه. اینجا چنیکاست، محصولشون هم سوخاریه ولی یه رستوران نیست، عملا یه کارخونه پشت این دراست. آقا هم کلی توضیحات داره، خیلی مفصل کلی توضیحات داره، ولی قبل از توضیحات بریم سراغ معرفی این جذابا، بعد صحبتاشون رو گوش میکنیم. بریم شروع کنیم. حتما عزیزم اگه معرفی رو شروع کنیم. امضای چنیکا، پاپرز، پنیر سوخاری، مراحل آماده سازیشون تو گرفتیم. پنیری که لابلاش تیکای هالوپینو داره، خیلی 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 خوشمزه است. پنیر ساده نیست واقعا، نمیشه ازش گذشت.
یه مقدارم پونده، طعمش خیلی عالیه. لابلاش هالوپینو قرمز داره با سس رد راب میاد، خیلی خوشمزه است. بوفالو وینگز بالو بازوی سرخ شده با سس بوفالو، تونده ولی اینم فوق العاده لذیذه. 6 تیکه و 18 تیکه داره. چیکن وینگز بالو بازوی سرخ سوخاری با سس لیکی، سسی که عسل داره و زنجبیل داره و اینم سس خیلی خوشمزه. تمام سس ها اینجا حرفه‌ایه، رسیپیش 0 تا 100 کار خود آسمانه و میتونید یه طعم خیلی خیلی خاص رو تجربه بکنید. بی‌نظیره. ماکاپیرونی همون مکن چیز خودمون، اینجا اسمش ماکاپیرونیه، ماکارونی با سس پنیر چدار. پیشنهادم اینه اینو وقتی میایین پیش ما خرید بکنین، کسایی که داغ داغ بعدا سفارش میدن و اینا، این واقعا به ما فایده نداره. بیام سراغ غذاها. اول سوخاری اسپایسی، سوخاری فیله، تورت فیله است اینجا اسمش، سوخاری نرمال و هوای کوچولو هم دارن. بوفی باکس مال بچه‌هاست، روش بسته سرگرمی هم داره. همه اینا با سیب زمینی میاد، سالادش رو انتخاب میکنید، سالاد سیب زمینی یا سالاد کرم. و سسش هم همینطور، رو هر غذا دو تا سس داره، 8 تا 6 تا سس داینامایت پلاس، یه سس تند الزیماس ماست و سیر و یه سری ادویه و اینا. رد راب گوجه فرنگی ولی کچاپ نیست، همش جای نچشیدین. گرین سبزیجات، فلفل سبز شیرین و پنیر پارمزان، عسل و خردل اسمش روشه و اسمش باربیکیو، که سس باربیکیو دودی ماست. با اولین سفارش برای هر کسی یه بستم از این سوسای اونجا دیدیم میفرستیم، که با اولین سفارش سوخاری گفتیم، با اولین سفارش سوخاری، که اگر اون غذاشون هم انتخاب نکرده بودن بتونن بقیه رو بچشن و با طعمش آشنا بشن برای سفارش های بعدی. پس با هر سوخاری دو تا از این سوسا براشون میفرستیم انتخاب خودشون. بریم سراغ ساندویچ‌ها. چنیکاس واقعا سوخاریس پلاس، من خودم طرفدار و محبوب من و محبوب همه واقعا بی‌نظیر این ساندویچ. سینه مرغ سوخاری، نون وایت چاباتا، بیکن، پنیر چدار، گوجه فرنگی، کاهو باتاویا، نونش هم با کره توست میشه. همین بدون بیکن و پنیر میشه سوخاریست ساده دیگه، بازش نکنیم، این همینه. و سوخاریست تند که گوجه نداره، سسش سس داینامایت پلاسه. اینم باز کنم اینم ببینید بچه‌ها، فرآیند آماده سازی اینا رو دیدی، شبیه همون فیله هاست، هم نگهداریش هم مرینش اینا با من روشون کار میشه. بریم سراغ فیرولا، اینم دیدیم اونجا چجوری درست میشه. فیرول هم فیله مرغه با کاهو آیسبرگ، گوجه دایس شده است، سس اورجینال خودش که همین سس سوخاریست میتونید انتخاب بکنید، یا سس باربیکیو یا سس بوفالو. اینا هم عجیب غریب خوشمزه است، به عنوان یه لقمه‌ای که بخوای تعبندی بکنی یا کسی که زیاد غذا نمیخوره انتخاب فوق العاده ایه. و اسلایدرها یک مجموعه سه عددیه، میتونید انتخاب کنید مثلا هر سه تاش یه تن باشه یا هر چی که دوست داشتید. یعنی با سفارش این سه تا ساندویچ یه پک سه تایی میتونه با طعم مثلا اسپایسی باشه یا نرمال باشه یا هات باربیکیو باشه یا میتونه هر سه تاش باشه یا هر سه تاش یکی باشه. آره و چند تا نکته داره. اولین باره که توی ساندویچ های چنیکار رون مرغ سوخاری میشه، اینا فیله و سینه بودن قبل از این، این رون مرغ سوخاریه. بله من دوست دارم، من رون از سینه بیشتر دوست دارم. بیکن بوقلمون داره، در واقع اسلایس شده رون بوقلمون داره، هات باربیکیو بدون سبزیجات با پنیر چدار، این دوتای دیگه گوجه و کاهو دارن، پنیر ندارن. اینا هم خیلی خوشمزه است واقعا. تورت سالاد داشتیم قبل از این، آپگرید شده، زیتون سیاه و بیبی اسپناج بهش اضافه شده، کروتن، فیله سوخاری خرد شده، بادوم زمینی، گوجه گیلاسی، بیبی اسپناج و کاهو آیسبرگ با سس زستی، که اینم یه سس خردلی خیلی خیلی خوشمزه است. در مورد اون تو بگیم، یه ذره‌شو دیدیم، میدونید چنیکا واقعا مثل کارخونه است، چیزی حدود 45-6 نفر آدم روزانه اونجا دارن فعالیت میکنن که بتونن یه تجربه کامل از این چه که اینجا دیدید و برای شما رقم بزنن. دو نفر از این 45-6 نفر مهندس صنایع غذایی هستن، همواره کنترل میکنن روغن و کیفیتش رو چک میکنن، مرغ کیفیت چک میکنن، تاریخ ها رو چک میکنن، فرآیندها رو چک میکنن که چیزی خارج از کیفیت از اینجا خارج نشه. عزیزه ای جون من تنهاتون میذارم عزیزم، تست کنید و امتحان کنید با مالاراتون در میاد. این انتخاب اول ماست. آقا دست شما درد نکنه، عجب چیزی فوق العاده است. منم ببینید تستش بکنید. آقا سوخاری ها رو ببین، با آدم داره صحبت میکنه، مثلا این پاپرزا رو که یه دمش زدی و من ندیدی ها، اینو من زدم، یه طعم تند خیلی باحالی داره که زیاد اذیتم نمیکنه. من اسم بعدی رو بزنم و بزنم بعدش. جاتون خیلی بچه‌ها.